هیچ چیز ساده تر از قلب نمی شکند. اگر بخواهی از راه دویدن خودکشی کنی، ابتدا باید خوب دویدن را یاد بگیری. نبوغ جوهر تفکر است. ژان پل سارتر، زاده 21 ژوئن 1905، فیلسوف، رمان نویس و منتقد فرانسوی بود. سارتر با آزادی بنیادی انسان اعتقاد داشت و باور داشت که انسان محکوم به آزادی است. لازم است گاهی در زندگی بعض آدم ها را گم کنید تا خودتان را پیدا کنید. هیچ کس نمی تواند آزادی خود را هدف خیش سازد، مگر اینکه آزادی دیگران را نیز همان گونه هدف خود قرار دهد. من هنگام آزادم که همه جهانیان آزاد باشند، تا هنگامی که یک نفر اسیر جهان است، آزادی وجود ندارد. همیش باید اخلاق را آفرید و ابداع کرد. بشر آفریننده ارزش هاست. عشق جز آنچه به مرحله تحقق در می آید وجود ندارد. امکان عشق چیز جز آنچه از عشق تجلی می کند نیست. شخص قهرمان خود خیشتن را قهرمان می کند. آنچه به بشر امکان زندگی می دهد تنها عمل است. فلسفه متکی به احتمالات که وابسته به حقیقت نباشد محکوم به نیستی است. من همیشه می توانم آزادانه انتخاب کنم، اما باید بدانم که اگر انتخاب نکنم باز هم انتخاب کردم. بشر از ابتدا موجود ساخته و پرداخته نیست، بلکه با برگزیدن اخلاق خود خیشتن را می سازد. کسی که دروغ می گوید و با گفتن این که همه مردم چنین نمی کنند برای خود عذر می تراشد، کسی است که با وجدان خود بر سر ستیز است. کار جهان بر این مدار است که گویی تمام آدمیان چشم بر رفتار هر یک از افراد دوختند و روش خود را طبق رفتار همین یک نفر تنظیم می کنند. بشر محکوم است زیرا خود را نیافریده و در عین حال آزاد است، زیرا همین که پا به جهان گذاشت مسئول همه کارهایی است که انجام می دهد. شما آزادید راه خود را برگزینید، یعنی بیافرینید. گوشه‌گیری و کاهلی روش کسان است که میگویند آنچه که من نمیتوانم کرد دیگران میتوانند. حقیقت وجود ندارد جز در عمل. بشر وجود ندارد مگر در حد که طرح‌های خود را تحقق میبخشد. بنابراین جز مجموعه اعمال خود، جز زندگانی خود هیچ نیست. همه چیزهای زیبایی که میبینی به ذهن بسپار تا همیشه با تو باشن، حتی در زمانی که آنها را نمیتوانی ببینی. هرگز دری را نزن مگر اینکه بدانی در آن سویش چه میگذرد. تا زمانی که مطمئن نشوم امید را از دست نمیدهم. تصمیم های وجود دارد که هیچ کس نباید ناگزیر به گرفتنشان شود. هنگامی که چیزی از دست می رود دیگر نمی توان آن را پس گرفت. از همه اندوهگین تر شخص است که از همه بیشتر می خندد. فقرا نمی دانند که تنها دلیل آنها برای زندگی، تمایل ما به تظاهر در برخوردداری از فضیلت و سخاوت است. در عشق یک نفر به اضافه یک نفر مساوی یک نفر است. تنها کسانی که پارو نمی زنند فرصت تکان دادن قایق را دارند. انسان روشمند از آزاد اندیشی به دور است. انسان محکوم است که آزاد باشد، چرا که به محض پرتاب شدن به این دنیا مسئول کارهای خیش است. وقت ثروتمندان جنگ به پا می کنند، این فقرا هستند که می میرند.
زمانی که توهم جاودان بودن را از دست بدهی، زندگی هم معنایش را از دست می دهد. بشر هیچ نیست مگر آنچه از خود می سازد. هیچ چیز برای ما خوب نمی تواند بود مگر آنکه برای همگان خوب باشد. هنگامی که آغاز به نوشتن موضوعی می کنم، ناگهان پی می برم که درک من از آن چه اندازه اندک است. مردم از هر چیز سخن می گویند، به ویژه آنچه درباره اش هیچ نمی دانند. بیدانش نمی توان امیدوار بود، نه ناامید. همه نیاز به زمان دارند. آدم نباید پیش از این که بداند چه می گوید نتیجه گیری کند. هیچ کس نمی داند در زمانهای بحرانی وفاداری به کدام سو رو می کند. دم بیخبری کافی است تا همه چیز را از دست بدهی و ناگهان هر چی را که با تلاش به دست آورده ای نابود می شود و از دست می رود. هر بار که می پنداری پاسخ پرسش را یافته ای، پی می بری که آن پرسش هیچ مفهوم ندارد. مسئله تنها این نیست که چیزها ناپدید می شوند، بلکه پس از آن یادشان نیز نابود می شود. امروز آدم ناگزیر به دیروز تبدیل خواهد شد، اما امکان دارد فردای شما هرگز امروز نشود. انسان مجموعی از آنچه دارد نیست، بلکه مجموعی است از آنچه هنوز ندارد اما می تواند داشته باشد. تاریخ یک ماشین خودکار و بیراننده نیست و به تنهایی استقلال ندارد، بلکه تاریخ همان خواهد شد که ما می خواهیم. کم و بیش کس نیست که بخش کوچک از زندگی را چنان که در گذشته بود در وجود خود به دوش نکشد. اگر شاد نیستی، سه چیز را از خودت بپرس. این که چند بار زندگی میکنی که غمگین باشی. این که آیا با شاد نبودن مشکلاتت حل میشود و یا راه حل دارد؟ و این که وقت شاد نیستی، چگونه میتوانی روی زندگی اطرافیانت و خانوادت تاثیر مثبت بگذاری؟ شما همچنان زمانی که شاد نیستید، این سوالات را از خود بپرسید. آیا برای آن جواب دارید که شاد نباشید؟ و اگر شما هم میخواهید شاد باشید و زندگی شاد داشته باشید و راه حل برای شادی پیدا کنید، حتما راه حل و سخنان ارزشمند وندایر را که برایتان پیشنهاد می دهم از دست ندهید. این ویدیو را حتما ببینید. تا ویدیوی بعد، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.